سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. ما داریم بالاخره بعد از مدت‌ها دوباره میریم کوههای آلپ. خیلی گفته بودین که برین و اینا، خلاصه اینا دیگه سفر بعدیمونه. خودم تازه توی زمستون تا نرفتم، اینا چه جوری دیگه زمستون دیگه تو سرما بری واسه برفا. پشت دوربینم کسی نیست جز علیسا خانم که الان نگران دوربین منه. آتو پایلت روشنه، برای من نگران نباش. جاتون خالی بچه‌ها. از چیزایی که من خیلی توی سفر دوست دارم و همیشه با خودم میارم چای هست. نایس. اصلا چای خور نیستم معمولا، یعنی دوست دارم چای ایرانی. ولی اینجوری نیست که مثلا هر روز بخوام درست کنم. مثلا تو خونم مثلا تو ایران مامانم همیشه چای آماده بود اینا. ولی اینجا اصلا نمیخورم. ولی فقط کافی بخوام سفر بریم. یه ماشین میخوام بریم. حتما یه دونه فلاس می‌ذارم، چون کاری که مامانم همیشه میکرد یه دونه سبد داشت میذاشت جلوی پاش، بعد یه دونه فلاس و قند و چه میدونم خوراکی و آجیل و همه چی و بعد دیگه من فقط اون چای رو دیگه حتما باید بیارم با خودم. در گز گزمونه، چایمونه، این علیساست که میگه دوربینو بذار کنار، این هم جادمونه. جاتون رو هم خواهی چیزایی که بعضی لذت ببریم. حتی گزها که هم بدمنزی شده، چون من بیش از یک سال این گزها دارم، فکرم خرابم. بچه ما دیگه الان نزدیک شتوتگارتیم و اینجا میبینین که از کنار شرکت بوش داریم رد میشیم. اینجا پارکینگشون هست برای شرکتشون. عجب، خودش پارکینگ بود. وای، کل این پارکینگ بالا سرمون خیلی جالب بود. بچه ها ما باید بیایم اینجا کم شارژ بکنیم، ببینم کدومشون خالیه. آه، یکیش خالی شد. وقتی تکی خالی باشن سریعتر شارژ میکنه. دکمه رو میزنی؟ بازش میکنه. بله، 50 دقیقه میگه کافیه که به سفرت ادامه بدی. از 10% چقدر میگه؟ سرعت رو ببین با چه سرعتی داره شارژ کنه. 120 کیلووات داره میده. عالی. بیشتر دارم. 130 140 150 160 عالیه. 170 سرعت رو ببین، 1330 کیلومتر در ساعت داره شارژ میکنه. یولی هم حسابی خسته شد، کلی توی راه بودیم، 2 ساعت خورده ای. اولین بارش فکر کنم، یعنی بعد از اینکه از رومانی اومده اولین بارش اینقدر رانندگی کنه. یولی جونه، من الان اپ تسلا رو چک کردم، چون که نمیتونم نشون بدم، اون یه گوشو نبردم، داریم داخل ماشین رو میکوشیم. خلاصه خواستم بهتون بگم که توی 10 دقیقه که الان گذشته ماشین رسیده به 56%. خواستم بهتون بگم که اولش خیلی سریع شارژ میکنه، الان نزدیک 46% تقریبا شارژ کرده. هر چقدر به آخرش میرسه، مخصوصا از 80% به بالاش، اونجا دیگه خیلی سرعتش کم میشه و آروم آروم شارژ میکنه. آره، همین خواستم همین بگم. ما اومدیم یه جای خیلی قشنگ قدم زنی یولیا انجام بدیم. اون نزدیک 40 دقیقه هنوز خب غالبا داریم. بعد نهارمون هم اینجا میخوریم، نهارمون هم با خودمون آوردیم، همه چی آماده و تا الان خیلی همه چی خوب پیش رفته، خیلی خوشحالیم. بعد مدت دوباره اون سفر. Yes. How is it so far? آره، یولی هم خیلی خوب بود، چون ما نگران بودیم به خاطر اینکه اولین بارمون، نمیدونیم یولی مثلا مسافت طولانی باشه بریم. خودش تا الان خوب بود. Maybe. اومده اینجا کلی تمرکز کرده، هر چی بهش میگفتم نمیاد. گفتم اصلا یه پرنده چیزی اون پشته، مرغ اون پشته، ببینید بچه ها نمیدونم اینجا اونا مرغ اونجا این یکم آب برای یولی میذاریم. البته امیدواریم که دلش غذا میخواد. ولی بچه ما کم کم داریم میرسیم به مناطقی که کوهستانی میشه و خلاصه جنوب جنوبای آلمان. یکی از چیزهای تسلا بچه که واقعا خوبه همین آتو پایلته، واقعا توی این سفر خیلی به من کمک کرده و من الان خیلی کمتر خستم نسبت به اینکه اگه میخواستم تمام مسیر اینجور سرم مثلا مستقیم حواسم به رانندگی بود و حواسم به فهمون بود و الان فقط هر از گاهی باید دست بزنم بهش و این واقعا
درسته که بعد با ایسی شارژ کنی فلان، ولی برای سفر طولانی هم از این لحاظ خیلی خوبه، چون خستگی تو خیلی کمتر میکنه. عالیه باز. اتریش هستیم و داریم وارد اتریش میشیم. میخوام نشون بدم که مرزش در واقع به چه صورتی هست. هیچ کنترلی وجود نداره. ما هنوز داخل آلمانی. اینم که کوههای آلپ با صدای قشنگ کوروش یغمایی. ولی به خاطر یوتیوب قطعش میکنیم. و به زودی وارد اتریش میشیم. نگاه کنید میگه 1 کیلومتر دیگه وارد اتریش میشیم. و بچه ها اینجاست که 3 2 1 وارد اتریش شدیم. تموم شده رفت. به همین سادگی شما از مرز رد میشید. برای من هنوز بعد از اینکه چند سال اینجا هم زندگی میکنم برام جالبه این پدیده. بچه ما رسیدیم. اینا هم تازه رسیدن. همزمان رسیدیم. مامان علیسان داره بای بای میکنه. نات بای بای. علیسان میگه نات بای بای. نمیدونه ما بهی میگیم بای بای. یه دونه واحد ها اینجا رو گرفتیم فکر کنم طبقه اول. حالا فعلا بارمون رو خالی کنیم. خب بچه یه تور براتون بگیرم از این واحده که ما الان گرفتیم. های مارکوس. خلاصه اینجا در وردیمون بود، یعنی وارد میشی. بذار من دوربین عوض کنم. خب الان بهتره. بعد اینجا یه مستر بدروم داری، اینجا حمامشه. ویوش زیاد جالب نیست اینجا، یکم از کوه اینا میبینی، ولی خب چون که طبقه همکفه زیاد جالب نیست. من گفته بودم طبقه اولیم، ولی خب همکف بودیم. نمیدونستم این توالت حمام دیگشه. بذار کم کامل‌تر نشون بدم. بعد اینجا گرمایش کف داره که خیلی خوبه، چون ما توی سرما مخصوصا این خونه‌های این مدلی معمولا قدیمی‌ان و خب این خوبه گرمایش کفش، یعنی خونه خیلی گرم و اصلا احساس سرما نمی‌کنی. این اتاق ما شده اینجا، من و علیسا و ویومنم اینجوریه. جرفت هم رد میشه. و یک پنجره دیگه، همین دیگه، هوله ها و فلان و بهمان. و بعد میام اینجا، اینجا حال و پذیرهایمونه. یولی و علیسا اینجان. بعد اینجا قرار بشینیم. من دارم ویدیو رو آپلود میکنم که نکنه 1 ساعت و خوردی ازش مونده که ویدیوهای همین ولاگ رو در واقع برسونم به ادیتور که هرچه سریعتر ادیت کنه زحمتش بکشه. ولی اینترنت اینجا افتضاحه و همینه که زده 1 ساعت طول میشه خودش. بعدم که یه دونه آشپزخونه کوچیک اینجا داریم که همه چی خوب قاعدتا داره، هر چی که نیاز داری، یخچال و نمیدونم فر و اینو. آره دیگه، اینم که اصل کاری داره، اسپرسو برای ما. اینم جایی که جای دیگه یولیه و اینم به اصطلاح آشپزخونه و اسپقایش و اسپقایش و یه دونه چیز کوچیک اینجا. همین دیگه، ما بریم یه قدمی بزنیم. وندو ویگو یک دو. این چیزی که بچه اینجا میبینین استخره، خطرناکه. ما دارم میریم برای قدم زنی عصر یولی. یه ویو بگیرم براتون. البته میدونم بعضیتون توی سرما دوست نداریم، ولی چیزی که هست اینه که من با خودم منقل و اینا آوردم برای کباب. من گفتم برای اونزی دیگه کباب کنیم، چون تجربه هم واقعا کس کردم دفعه قبلی. مخصوصا اگه یادتون باشه اون بالای کوه که رفت بودیم دفعه اول راجب چای چیزی گفتم، چون دیدم که اصلا خیلی جای چای خوردن داره، ولی هیچ همراهم نبود. گفتم گیر میشه کرد، یعنی کباب میشه کرد. میگه که تاله نیدم. گفتم اگه لوازم کمپینگ داشته باشم گاز و اینا دیگه مثلا چیزای عادی، اونم مثلا نمیشه چای درست کرد اینجا. چون مثلا شما اینجا رو ببینید اینجا بعد چای درست کرد دیگه. و این دفعه میگم هم منقل زغال و اینا رو آوردم،
هم یه دونه از این چیزای کمپینگ گاز کوچیکا چی بهش میگن پیکنیک های کمپینگ آوردم با کتریم که اگه شد یه جا پیدا کنم، البته بعد قانونا رو بخونم هنوز یا الیسا مثلا گوگل کنه یه کدوممون ببینم که شدنی یا نه هستن. ولی خب برنامه دارم خلاصه تو این سرما چی میچسبه اهل دلاش بگن. با کباب چی میچسبه؟ احسن دور کلی برف ها، این بر صدای آب میاد. بچه ببینید چی پیدا کردم اینجا، دو تا دونن، یه دونه از ناست که مثل موتوره رو برفاش میره، نمیدونم اسمش چیه، یه دونه از ناست که ماشینه و چرخاش از این مخصوص برف خیلی باله. حالا اینا رو سوارشی اینجا گاز گاز کنی. Can we go here? آه یه هم بریم این ببینیم اینجا چیه. Hello? Hi, Abed here. Ach so. Weiter nach oben laufen. Also hoch, gell? Oder? Hoch, zum Lift da. Also hier lang, Markus. In Jerobe. پوله میلرزه روش قدم برمیدم. دیگه نور خوب نیست فعلا ویدیو نمیگیرم تا بعد بچه نیوونی. بچه اینجا خیلی گرونه ولی این غذای علیسا ترمان از سالاده 18 یورو پولش آساد داست دانی که بسن پیتین فقط یه دونه برگر خالی سوپر دانکشون سوپر این هم 32 یورو بود اخسفانسش غذا کوچیک خیلی گرون. علیسا میخواست برامون چای درست کنه یکم دیر. Alles was hast du gemacht? Ich habe es euch angeboten. Immerhin habe ich was gemacht. Alice hat چای درست کرده به اسم چای سیب پرژن ایرانی. بعد مامان علیسا میگه که نه من نمیخوام یو خوانه و اینا بودم بابا این اصلا چایی نیست که ما میشناسیم که اصلا همینجوری الکی اسم زدن تو آلمان روش کوش یا ما اصلا از این چایی نداریم که چای سیب ایرانی کجا بود اصلا الکی اینجا اسمایی میزن روش میفروشن. The next morning. صبحتون بخیر بچه ها، با این ویو صبحونه ما هم آماده است. اینجا ما نون سفارش دادیم بهشون، گوشون دمه در برامون، قیافه هم داغونه فعلا، از خودم چیز نمیگیرم تا بعدی دوش بگیرم و بریم بیرون. Ey, du bist ja genauso wie deine Mutter. Ja, بچه ها قهوه دوممون برای امروز توی بالکن با این ویو. یکم بده که پایینیم، اگه یکم بالاتر بودیم خوب بود. ولی خب این یولی هم هی جورابای ما رو میدوزه. یولی نمیشه دیگه قاچاق نکرده. خب بچه ما امروز قرار بریم یکم بگردیم و اینکه لنزم کثیف هیچی دیگه. خلاصه ماشینه اون کلی باتری ازش رفته، 7-8% کم شد دیشب به خاطر سرما، چون میدون که تسلا شبا یعنی در واقع میاد، یعنی اگه سرد باشه میاد از باتری استفاده میکنه که باتری گرم کنه، باتری خراب نشه، و اگه داغ باشه هم همینطور سردش میکنه، خلاصه انرژی مصرف میکنه. قراره بریم یه کم امروز بگردیم. بچه ما دوست داریم که ویدیو زیاد بگیریم ولی شیشه شور ماشین یخ زده پایین که از نسخه مثلا نباید یخ زده، ولی خب یخ زده و شیشه رو نمیتونیم تمیز کنیم و دیگه خلاصه برای همین کمتر ویدیو میگیریم، چون زیاد تمیز نیست و قشنگ نیست. یه دونه پارک شاین
€5 برای یک روز. حرفه‌ای ها. ما راستی اومدیم اینجا بچه، اینجا همون جاییه که دفعه قبل اومدیم چند سال پیش یادتون باشه، دقیقا اونجاییم. من و علیسا همینجوری اومدیم بدون هیچ چیز خاصی، با معمولی ترین لباس ها، کفش مخصوص نداریم. بعد اینجا رو اینا متخصص اسکی سواری، البته متخصص نیست. باشه یکم جلوتر یه دونه گاو هست و ما فکر میکنیم یولی تا گاو ندیده. خب این ریاکشنش چیه؟ یولی ناین الیس کود یولی کام یولی کام یولی کام یولی. اینم ریاکشن یولی به گاف. جاتون خالی تقریبا میچسبه ولی کلی هنوز مسیر داریم تا برسیم به اونجا که میخوایم. بعد اینجا ببینیم پشت سر من جاده است، کلن اینجا همهش جاده است تا بری، یعنی تا خود اونجا من یادمه که همون دریاچه که قرار رفتیم جاده داره. ولی علیسا میگه چی؟ میگه اومدیم که قدم بزنیم. خلاصه یعنی چه حوصله داره اینا، من دارم میخواد حالا خوب نیستم میدونم ها شوخی میکنم، نه با ماشین برم تا اونجا پیاده شم چایمو بخورم لذت برم سوار ماشینش دور برگرم. ولی خب میگه کلی مسیر رو با قدم بزنیم. نه خوبیش اینه که هوا اصلا اونقدر سرد نیست که من انتظارش داشتم، یعنی حالا هر از گاهی کلوم میذارم سر اینا، ولی اونقدر هم بد نیست خدا رو شکر و هوای تازه و آره دیگه. جاتون واقعا خالی بچه ها. یولی هم حسابی اینجا خوشحاله و یکم سختش میکنه برای ما چون عاشق برفه، هی میره تو برفه هی بو میکنه میخوره برفه نمیدونم چیکار میکنه. خلاصه یولی حسابی هیجان داره و سختش میکنه چون مثلا زمانش که وقتی بعد دشت جوینا بره گلابرتون نمیره چون حواسش به برفه تمرکز نداره. اینو نگاه کن کوکو. آره خلاص خب یکم دور شدیم، قراره یولی رو رها کنیم برای خودش یکم بچره بچره مثل گوسفند. یولی یکم برای خودت برف بچر. بچه ها اینجا رو ببینی این یخه رو ببینی چقدر باله، همینجور مستقیم اینجا زده بیرون. اینجا Come Billy. واقعا خیلی قشنگه بچه. من خودم راستشو بخواین تابستونشو البته هنوزم بیشتر دوست دارم، تابستون خیلی قشنگتر، ولی خب فکر نمیکردم توی زمستون من انجل لذت ببرم. یولی 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 کام زیت چیلی زیت یولی زیت یه لحظه کنترل از دستم خارج شد. اون وقت چند تا خانم بودن یولی داشت میرفت پیش اونا، اونا داشتن لبخند میزدن البته معلومه بود ترس ندارن هست، بعد یولی گفتن نه یولی پیش غریبانه رو، بعضی بعد چند نفر داشتن میمدن اونا خندیدن که من گفتم غریبانه رو، بعد اینا که داشتن میمدن گفتن که پیش اونا حتما خوراکی هست، لکلی میگن اینجا به همون غذایی که سگو دوست داره. خلاصه بعد یو از این یکی سگه اون واسه شام بود آدم مختلف اومد. خلاصه یکم پیچیده شد راست. ببین چقدر ذهن من خوب کار میکنه. داشتم به علیسا گفتم این مسیری که میریم فقط از روی این پل یه پل چوبی رد شیم تا برسیم اونجا. علیسا گفت کدوم پل؟ یادم نیست پلی نبود. علیسا yeah, اینم پلی که من داشت صحبت میکردم
دو سه سال پیش اومدم یادمه. آه یوری میترسه از پل. یه فاین. این همه راه ما اومدیم اینجا که این دریاچه خوشگله رو ببینیم، همون که توی ولاگ اون موقع هم نشون دادم. الان رسیدیم اینجا، خیلی راه اومدیم، اون از این شاید 40 دقیقه 45 دقیقه یک ساعت داشتیم پیاده روی می‌کردیم، با این صحنه مواجه شدیم. کلاً یخ زده اینجا، یخ زده روش، نگاه کن. بعد اونجا رو نگاه کن، اونا دارن میرن روی یخن. چه جرأتی می‌خواد این؟ اگه بشکنه کار تمومه. آره اینجا ببین، اینجا هنوز. خلاصه بچه ما اومدیم اینجا، ولی خب اون قشنگی که میخواستیم نبود. All this way Alisa for no nice lake. Why? Is it not a nice lake? Where is the lake? Show me. There. خب بچه ها یه اسپرسوی مشتی توی همچین ویوی. جاتون خالی واقعا. ویومون واقعا عالیه و یکم هوا آفتابی و گرم، یعنی اصلا سرد نیست و واقعا جاتون خالیه. به به، از منتظر قضاونم هست. من از سفر قبلیم به آلپ عاشق این سوپا شدم، با اینکه چیز خاص نیستن و خیلی گرونه و خیلی آبکیه، ولی خب داغ و اینجا میچسبه. اینم غذای علیساست که غذای شیرینه ولی داغه. گوتن اپتیت. خب بچه ها تا ویدئوی بعدی منتظر باشین. بکنیم بخش رو نگه داریم برای قسمت اول و قسمت دومش هم به زودی میاد. سعی اونو میکنی که به زودی قسمت دوم هم پخش کنیم.